سلام، صبح خیر. خیلی وقت از من میپرسن کارشناس املت صبح جمعه رو چجوری درست کنیم. امروز من و همسر عزیزم که همکاری کردن این مواد آماده کردیم، طرز تهیه املت صبح جمعه رو آموزش میدم که دیگه به من نگن کارشناس این چجوری درست میکنی. هی به من میگن کارشناس این چجوری درست میشه که انقدر طعمش خوب میشه. همسر عزیزم لطف کرد یه سری مواد آماده کردن، البته طبق فرمایش بنده. خواهشم نشون بدید. گوجه تقریبا 2 تا دونه بزرگ، قاش تقریبا 4 تا دونه بزرگ، فلفل دلمه 1/4 عدد، تخم مرغ بسته به میل خودتون، دوست دارید 5 تا تخم مرغ بخورید، دوست دارید 4 تا بخورید، دوست دارید 3 تا بخورید، بستگی به کالری که جذب میکنید داره. تخم مرغ که هیچ کالری نداره میتونید زیاد بخورید، مشکلی نداره. فلفل قرمز توی روغن تفت داده شده، حالا اگه بود ترکیش ترکیش، اگه نبود ایرانی خودتون میتونید درست کنید. نمک هم به مقدار خیلی کم توجه داشته باشید، نمک باعث فشار خون میشه، باعث پیری زودرس میشه، خیلی مشکلات دیگه، چاقی و اینا، نمک کم بخورید. پنیر کرافت یا پنیر چدار و کره، کره که اصلا کالری نداره، پنیر کرافت هم کالری نداره، هر کی هم گفته داره بی خود گفته. میتونید یه مقدار روغن مایع هم استفاده بکنید. توی اولین مرحله گوجه‌مون رو سرخ می‌کنیم، تفتش می‌دیم. کسی اگه دوست داشت می‌تونه یه مقدار سیر و پیاز، اول پیاز رو رنده کنه، تفت بده و 2 تا حبه سیر رو اول با چاقو له کنه، بعد قسمت کوچیک‌تر تقسیمش کنه و تفتش بده، بعد که تفت داد گوجه رو اضافه کنه. بعضی هستن ماچ ازشون درخواست میشه، بعضی اصلا میترسن دهنشون بوی پیاز و سیر بده، اضافه نمیکنم. من حالا گفتم امروز جمعه است، ممکنه مهمونی بیاد، بیرون بریم توی مالی جایی، توی فروشگاهی جایی کسی ماچ بخواد، نریختم، شما میتونید نریزید. سب میکنه تا گوجه خوب گرم بشه، چون بعضی تابا هستن کفشون چدنه، دیرتر گرم میشن. میتونید اینجا یه موزیک ویدیو ببینید وسط چیز تا من اینو گرم میکنم و چیز بکنم. میتونید برید یه سری اینستاگرامتون، فیسبوکتون، جای دیگه بزنید، ایمیلاتون چک بکنید، برگردید. ولی من هستم. وقتی گوجه‌هامون گرم شد، حتی روغن هنوز اضافه نکردیم. همسر عزیزم این نکته رو تذکر دادم من که روغن رو باید بعدا اضافه کنیم. حتی دستور منم بود ولی یادم رفت توی مکالماتم به شما بگم. فلفل دلمه رو اضافه میکنیم که با آب این گوجه یک کمی همچین نرم بشه و به قول معروف حلوایی بشه. سب میکنیم، همینجوری طلبکارانه باید میسیم بالا سرش که آماده بشه. خب توی مدتی که منتظر شدیم گوجه آبش بره یه مقدار همچین نرم بشه اینا، من یه در تابه گذاشتم و یه سری مواد افزودنی که به شما نمیگم چیه بهش اضافه کردم. راز کارمه دیگه، نمیتونه که کارشناس همه چیزای خودشو به شما بگه. که یه مقدار مواد اضافه کردم، اگه پشت همه وسایل همه محصولات غذایی نگاه کنید نوشته و افزودنی های مجاز و طعم دهنده های خاص و محصولات گیاهی. من این سری کارا مال خودم بوده کردم دیگه، اونم به شما انتظار نداشته باشید بهتون بگم. خب تو این قسمت یه مقدار مایه روغن مایه اضافه میکنیم. همسر عزیزم کدومه، این سرخ کردنی یا اون یکی؟ این سرخ کردنیه، پس ما غیر سرخ کردنی می‌ریزیم. خیلی کم، من کرم تو ریز محصولات کرم تو ریز اون چیزایی که بعد استفاده میکردیم بود، ولی کرم آخر اضافه میکنیم. کرم فقط برای طعمش اضافه میکنیم، چون اگه کرم از همین الان اضافه بکنیم یه مقدار هم تو رنگش تأثیر میذاره، همینی که توی طعمش. مجدداً منتظر میشیم تا قاش که اضافه کردم بهش آب بندازه، یه مقدار نرم بشه، واسه نرمی بقیه چیزا بشه، دوباره در میذاریم. ممکنه تو این فرصتی که منتظر میشیم قاش آب بندازه و یه کمی نرمتر کنه محصولاتونو، من یه سری چیزای دیگه اضافه کنم، مسلماً به شما نمیگم، چون فردا میدید املت مثل املت من درست میکنیم، همه بتون میگن کارشناسی املت چجوری درست کرد. نمیگم که، مرسی، میریم برمیگردیم. رفتیم برگشتیم، به قول جناب خان برین گین، الان گینشه.
یه مقدار نمک اضافه میکنیم، خیلی کم، برای دیگه از آمون تم داشته باشه، بی نمک نباشه. وقتی که من پس آموزشی نیست، من با نمکدون میریزم خیلی راحت داره. امروز دیگه مجبور شدیم مثل موالس آموزشی توی نلبکی یا قاشق بشقاب کوچولو بریزیم. فلفل قرمز و نمک رو اضافه میکنیم. فلفل هرچی بیشتر بهتر، هرچی بیشتر باشه اشتهاتون بیشتر میشه، چربی خونتون کمتر میشه. مثلا میتونید همش رو بریزیم. همکار عزیزم از پشت دوربین اشاره میکنن که این فلفل شاید زیاد باشه، ولی زیاد نیست، خوبه، فلفل خوبه، فلفل رمز سلامتیه. شما میدونی هر چقدر تو خواست کالری بخورید عوضش فلفل بخورید، یا بعد اون خوراکی حتما با کلسیوم اگر مصرف بکنید، کلسیوم مانع جذب چربی میشه. یکی از رازهای تناسب اندام بنده اینه که فلفل رو به غذا اضافه میکنم، کالری سوزی میکنم، کلسیوم مثل دوغ، شیر، ماست، خامه، اینا رو به غذا اضافه میکنم که باعث میشه چربی جذب نشه. میبینید که خیلی صحنه زیبایی شده. بارها عکس اینو من انداختم توی فستیوال‌های عکاسی شرکت کردم، بهم گفتن کارشناس عکس خیلی قشنگ شده. کلم یه مقدار خیلی کم اضافه میکنید، اگه کم بود مجددا یه کوچولو دیگه اضافه میکنید. نه هیچی نیست، اینا کره گیاهیه. کره گیاهی همونجوری که میدونید که چیز نداره، چربی و کالری و این چیزا نداره. یکی از راه های انتخاب کره مناسب اینه که برید همه قفسه ها رو نگاه کنید، پشت همه کره ها رو بخونید، کالریشون رو توی 100 گرم نوشته. همه رو که خوندی یه ردیف آخر چشتون رو ببندید، یه دونه بندازید تو سبد. نیاز نیست آخرین دونه رو بخونید، مطمئن باشید آخرین دونه از همه کالریش کمتره. میتونید همکار عزیز، همسر عزیزم، رفیق مهربونم، میتونید نشون بدید که دوستان ببینن که کارشناس چجوری کره رو آب میکنه روی بله همسر عزیزم. خب همونطور که میبینید تقریبا آبش رفته، تقریبا سرخ هم شده، اینا هم نرم شدن. میتونید اینجوری با قاشقتون تست بکنید یا جوری یه مقدار فشارش بدید، خیلی حالت خودشو بهتر نشون میده. کف تابه دوستان تخم مرغ میخوایم اضافه کنیم. تخم مرغ رو همیشه تست میکنیم، با اینی که تاریخ مصرف داره، با اینی که از سوپرمارکتی که میخریم مطمئنی، ولی باز تستش میکنیم که یه وقت مشکلی نداشته باشه. بعضی از تخم مرغ زردشون یه حالت ناخوشایندی داره، اونا رو همینجوری میندازیم دور. تا دیدیم ناخوشایند میندازیم دور. حتما زردی هم که باش تخم مرغ رو تست میکنیم سفید باشه. پنج تا تخم مرغمون سالم بود، تخم مرغمون رو اضافه میکنیم. یکی از چیزهایی که باید حتما دقت کنید، چون دیگه من کارشناسم باید اینا رو به شما بگم دیگه، تخم مرغایی که توی ظرف گذاشتی یا ظرفی تخم مرغی شده قاطی بقیه ظرفا رو از چون بو ذوق میگیره، همکار محترم بعدا عصبانی میشن. اینا رو جدا میذارید توی این ور ظرف. الان توی مرحله پنیر چدار رو میخواییم به املتمون اضافه کنیم. بعضی دوستان رنده میکنن، همکار عزیزم نظرش این بود که رنده کنیم، ولی بنده اسلایس میکنم. انتا اسلایس کلمه سکسی نیست، یه کلمه خیلی عادیه. بله اینجوری طعمش یه دفعه زیادتر بیشتر میاد زیر زبون آدم، ولی رنده که میکنی یه طعم ملو ملایم میاد که زیاد خوشایند نیست. خب
دونه و آخرین قسمت پنیر چدار بیکانری. خب من دستامو قبلا شستم، دستام تمیزه، زیاد نگران این داستان نباشین. دلیلی هم که دستکش استفاده نمی کنم، دستکش کار کلیشه ایه، خیلی هم برنامه هاش وزیر دارم دستکش استفاده کنم، ولی لزومی نه. اگه آدم خودش تمیز باشه، به خودش مطمئن باشه که دستش رو تو دماغش نمیکنه از بینی و به قول معروف آدم رو تمیزی باشه، چه می داره، میتونه همینجوری هم استفاده کنه. همطور از زمان اگه ممکنه نشون بدین که پنیر یواش یواش قرار آب بشه، ولی این پنیر خیلی آب نمیشه. از حالا بگم چون چه داره. الان تو آخرین مرحله املتمون آماده است، میتونیم سروش کنیم. پنیرامون به خوبی نرم شدن، قشنگ نشستن رو تخم مرغ، خیلی زیبا. توی این مرحله شما میتونید که اینو بریزین توی بشقاب دیگه بعد سروش کنین، این همینجوری با تابه سروش کنین. من خودم جز اون نفراتی هستم که میگم این غذا با تابه بیاد سر سفره زیباتر، قشنگتر، خوشمزه‌تر. ولی همکار عزیزم و دوستان دیگری، کارشناسای دیگری که زیاد کارشناس نیستن، من از اون کارشناس ترم، اعتقادم اینه این با همین تابه بره سر میز غذا خیلی شیک‌تر، قشنگ‌تر، بهتر. اونجوری شکلش به هم می‌ریزه. شما به توصیه کارشناس عمل کنید با تابه برید سر میز. هیچ هم زشت نیست، غریبه که نیست، اینجا خودمونی، کسی نیست که. خب آماده میشیم برای خوردن املت صبحانه ساعت 11:30 صبح جمعه. خب همونجور که میبینید با تابه سرو کردیم. اگه دقت بکنید زرده ها رو میبینید که چه رقص زیبایی دارن توی لرزش تابه. آماده خوردنه. همکار عزیزم نون رو گرم کردن، الان قاشق و چنگال هم اضافه میکنم، ولی کف تابه تفلون رو هیچ وقت قاشق نکشید. به امید سلامتی، بهروزی، کامیابی، شادکامی، قربانت، بوس بوس، خداحافظ.